بزرگداشت شهدای مجاهد و مبارز قتل عام سال 67 در خاوران، وخامت حال دراویش اعتصابی در اوین و گوهردشت، اعتراض دانشجویان دانشگاه‌های مریوان و خرم‌آباد، اعتراض کارگران در شهرهای ایلام، شهر کرد و بوشهر، تجمع اعتراضی باغداران، کشاورزان و شالیکاران در شهر کرد و اصفهان، اعدام یک زندانی در سمنان در آستانه سال نو. خانواده های زندانیان قتل عام شده سال 67 روز جمعه 23 اسفند ماه در خاوران حضور یافتند و مزار عزیزان خود را گلباران کردند. آنان عکس عزیزان خود را که با فتوای خمینی جلاد به شهادت رسیدند به همراه داشتند و با شاخه های گل گلزار خاوران را گلباران کردند. رژیم آخوندی در سال 67 پس از سرکشیدن جام زهر در جنگ ضد میهنی به فتوای خمینی دشخیم 30,000 تن از بهترین فرزندان مجاهد و مبارز این میهن را در زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌های خود قتل عام کرد. اعتصاب قضای دراویش زندانی همچنان ادامه دارد. بنا به گزارش‌های دریافتی، وضعیت جسمی تعدادی از اعتصابیون وخیم می‌باشد. به گفته زندانیان، کلیه اعتصابیون هر کدام بین 4 الی 9 کیلو کاهش وزن داشتند و ضربان قلب آنها بالا رفته است. 10 درویش زندانی در زندان‌های اوین و گوهردشت کرج در اعتصاب قضا به سر می‌برند. جمعی از دانشجویان دانشگاه پیام نور مریوان در استان کردستان روز پنجشنبه 22 اسفند در اعتراض به فضای امنیتی و کنترل رفت و آمد دانشجویان توسط مزدوران حراست در آستانه چهارشنبه سوری تجمع کردند. این تجمع در مقابل سرویس دانشگاه شکل گرفت و تجمع کنندگان خواستار پیوستن سایر دانشجویان به این حرکت اعتراضی شدند. جمعی از دانشجویان دانشگاه خرم‌آباد در استان لرستان علیه طرح ارتجاعی تفکیک جنسیتی در ترم جدید اعتراض کردند. کارگران کارخانه سیمان ایلام در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود دست به اعتصاب زدند. آنها به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق عقب افتاده اعتراض کردند. کارگران صنایع سیمان شهر کرد روز پنجشنبه 22 اسفند تجمع کردند و به اخراج خود اعتراض کردند. این اخراج‌ها در آستانه سال جدید صورت می‌گیرد. کارگران شرکت راهسازی و جاده‌سازی محمدیان در اصلویه بوشهر روز شنبه 24 اسفند در اعتراض به اخراج خود در آستانه سال جدید تجمع کردند. باغداران خسارت دیده شهر سامان در استان چهارمحال و بختیاری صبح روز شنبه 24 اسفند در مقابل استانداری رژیم در شهر کرد تجمع اعتراضی برگزار کردند. بنابر خبر دیگری، عده‌ای از باغداران و کشاورزان خسارت دیده منطقه سامان در نمایش جمعه رژیم در شهر کرد با سردادن شعار اعتراض خود را نسبت به بی‌اعتنایی رژیم به خسارت کشاورزان نشان دادند. آنها شعار می‌دادند: روحانی روحانی عدالتت کجا رفت؟ عده‌ای از مزدوران رژیم قصد داشتند با تکبیر گفتن این اعتراضات را خنسا کنند، ولی معترضان به شعار دادن ادامه دادند. مردم خشمگین شهر کرد روز پنجشنبه در اعتراض به قطع درختان منطقه سرسبز دوتو توسط مزدوران سپاه پاسداران در اطراف این شهر تجمع کردند. مزدوران سپاه تجمع کنندگان را محاصره کردند تا بتوانند به تخریب این منطقه ادامه بدهند. خاطر نشان می شود 22 اسفند یک اکیپ از مزدوران سپاه پاسداران به این منطقه تفریحی آمده و آن را با خاک یکسان کردند. شالیکاران منطقه لنجان استان اصفهان روز پنجشنبه 22 اسفند در مقابل ساختمان اداره کشاورزی رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها به پرداخت نشدن خسارات توسط بیمه بانک کشاورزی و اداره کشاورزی رژیم در استان اعتراض کردند. رنگ فروشان شهر کرد به حکم دادگاه ارتجاع و اقدام ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی برای پلمب کردن مغازه‌هایشان اعتراض کردند.
رژیم جنایتکار آخوندی روز شنبه 24 اسفند و در آستانه عید نوروز یک زندانی را در زندان سمنان به دار آویخت.